کنفرانس ایران در گذار به دموکراسی روز یکشنبه در دانشگاه مریلند در آمریکا پایان گرفت. این کنفرانس دو روزه که از روز شنبه آغاز شده بود، در روز یکشنبه نیز با حضور چهره‌های سرشناس سیاسی، مدنی و فرهنگی دنبال شد. آرش سیگارچی از صدای آمریکا گزارشی دارد از روز پایانی کنفرانس ایران در گذار به دموکراسی. کنفرانس ایران در گذار به دموکراسی روز یکشنبه با پنلی تحت عنوان ارزیابی تحولات پیش روی نیروهای جامعه مدنی آغاز شد. شاید پرمناقشه ترین سخنران این پنل رضا براهنی، شاعر و نویسنده ایرانی بود که اعتقاد داشت مسائل قومیت‌ها یا به گفته وی ملیت‌های ایرانی مورد توجه سران جنبش سبز نبوده، به همین دلیل اینک آنها چندان از جنبش سبز حمایت نمی‌کنند. در این پنل مهرانگیز کار حقوقدان در مورد آینده جنبش زنان سخنرانی کرد و همچنین شهلا شفیق رابطه جنبش اعتراضی و جنبش های مدنی در چشم انداز دموکراسی خواهی را مورد بررسی قرار داد. این پنل با سخنان اکبر عطری و بررسی وضعیت جنبش دانشجویی ایران در فضای جدید پایان یافت. پنل بعد که توسط علی راکعی مدیریت شد به بررسی استراتژی‌های مطرح در فضای سیاسی ایران پرداخت. امروز حکومت هر حرکت کوچیکی که در سطح صنفی باشه اون رو یک عمل براندازانه می‌دونه. انتخابات اخیر ثابت شد برای همه که هیچ فرقی نمی‌کنه شما آقای اکبر گنجی باشید یا میرحسین موسوی باشید، از دید آقای خامنه‌ای هر کسی که اندک تغییری بخواد و بخواد فرامین سلطانی رو به هر صورت عمل نکنه، کامل قبول نداشته باشه، از دید اون یک تهدید هست و هیچ فرقی هم نمی‌کنه و شدت عمل به خرج میده. کجا قرار داریم؟ ما به نظرم در دوران پیشاگذار قرار داریم. ما اگر بخوایم دوران گذار وارد بشیم، باید به دوران گذار سریع وارد بشیم. حالا با همکاری رهبران رژیم ناخواسته و تحت فشار، اما به هر حال در واقع مجبور میشن که وارد مذاکره با اپوزیسیون دموکراسی خواه باشن یا بدون همکاری رهبران رژیم. به نظر من سرنوشت رسیدن به اون هدفی که گفتیم جنبش سبز به عنوان هدف مرحله پیش روی خودش گذاشته در گروه این است که تکلیف سپاه پاسداران در این مبارزه معلوم بشه. در کیفی که الان به نوعی داره به جنبش سبز کمک میده، شما از اعضای چه میدونم وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران توشون دارین تا رادیکال ترین بخشای اپوزیسیون در خارج از ایران. این سر موفقیتی است، یعنی به نظرم یکی از بهترین کارهایی بوده که تا الان انجام شده و تداومش در گروه این است که اون شعار هر سرباز یک رهبر، هر رهبر یک سرباز که از روز اول این مطرح شده و اینکه هر کسی میتونه با حفظ مواضع خودش، با حفظ عقاید خودش، با حفظ دیدگاه‌های خودش در این هدف مرحله‌ای مشارکت بکنه، من فکر می‌کنم این مثل یک به اصطلاح زیرساختی برای همه حرفایی که تا الان زدم، اگر تداوم پیدا کنه بقیه چیزا امکان تحقق داره. کنفرانس در روز دوم با میزگرد جایگاه سکولاریسم در گذار به دموکراسی در ایران به پایان رسید که چهره هایی چون حسن شریعت مداری، محمد رضا نیکفر و احمد صدری در آن حضور داشتند. من فکر می‌کنم آقای موسوی نصف جمله رو فراموش کرده. جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد ماندگار نیست. این ماندگار نیستش یاد کرد. دانشگاه مریلند، آرش سیگارچی از صدای آمریکا.